اگر میخوای درخت پسته بیکاری و نمیفهمی کدامش بهترین است و کدام نوعش باید انتخاب کنیم، در این ویدیو به شما معرفی میکنم کدامش بهترین انواع پسته است و برای منطقه شما کدامش شرایط منطقه شما مناسب است. پس دقیق درست منظم تعقیب کن اگر عاشق پسته هستی. درود به تو دوست خوبم، قربان آزاد هستم و خوش اومدین به کانال یوتیوب باغبان آزاد. دوستای خوبم، قسمی که شما در جریان هستین، دوستایی که میدانن میفهمن که بعد از 4-5 سال پسته دست باروری میایه، هر کدامش 10-15 تا از آجیل پسته حاصل میگیره و دوستایی که هم در جریان نیستن باید متوجه باشن و یک مقدار حوصله مندی داشته باشن. وقت پسته را میخواین بیکارن باید صبر و حوصله داشته باشین. مانند درختای دیگه نیست که در سال دوم و سوم فوراً به بار بیایه و سال هشتم به حاصله عظیمی خود برسه، تا سال دوم را اینا بالاخره بعد از سال دوم الی پانزدهم سوداوری اینها زیاد میشه و حاصل زیاد میشه. تا اون موقع را باید شما در کل تغذیه کنین و این را تقویه کنین. دوستای خوبم، سه کشور از صادرکننده بسیار کلان در سطح دنیا هست که اولش آمریکا هست، دومش ایران هست و سومش ترکیه هست. در اصل پسته منشأ اصلیش آسیای مرکزی هست که همین ساحه ایران و ترکیه و افغانستان و پاکستان و امی ساحه آسیای مرکزی میشه، ولی در مدت زمانهای طولانی در دوره‌ای که دولت ایران با آمریکا ارتباط صمیمی داشتن، اون موقع پسته از ایران در اصل انتقال داده شده به آمریکا و فعلا اونا انکشاف دادن و اصلاح نسل به وجود آوردن، سرشکار کردن، فعلا اولین صادر کننده در سطح دنیا هست و از لحاظ کیفیت پسته ایرانی بهترین کیفیت را در سطح دنیا داره که اینا در کشورهای مختلف صادر میشه. و 5 تا از بزرگترین کشورهای وارد کننده پسته هست. چین در نخست قرار داره، بیشترین پسته در چین وارد میشه و بعدش ایتالیا هست. ایتالیا هم در رده دوم وارد کننده پسته هست، هند هست و بعدش جرمنی و ویتنام. 5 تا از بزرگترین وارد کنندگان پسته هست که از طریق ایران و ترکیه و همچنین آمریکا صادر میشه به این کشورها. کشورهای خرد دیگه هم وجود داره که تولید پسته هست، مخصوصا افغانستان هم تولید پسته داره، ولی در رده‌بندی جهانی در صفحه پایین‌تر قرار داره. یعنی ما واقعا خوشحال هستیم که کشور همسایه ما، کشور ایران، یعنی بهترین پسته را داره و منشأ بهترین پسته ها در سطح دنیا هست. و 4 تا از بهترین پسته را به شما معرفی میکنم که خیلی عالی هست، چه از لحاظ تجارتی، چه از لحاظ رشد و میوه‌دهی، از هر لحاظ. این 4 تا کدام نوع هست؟ نوع اکبری هست، نوع احمد آقایی هست و نوع فندقی هست و همچنان نوع کله قوچی. 4 تا نوع بادامی هم هست، ولی در قسمت تجارت خیلی بازار خوبی به اندازه این 4 نوع نداره. خب بیش از 100 نوع وجود داره. پسته انواع مختلف زیادی داره که یک ویدیو خاصی بر شما تهیه میکنم که مخصوصا انواع پسته رو به شما معرفی کنم که در چه شرط و شرایط اینا پرورش میشه. و فعلا این 4 تا پسته تجارتی که در سطح ایران بیشترین تولید را میشه و اینا هم تجارا بیشترین سود را از این 4 پسته میگیره، چون تجارا و همچنین مشتری هایی که خوش میکنه اینا رو بیشتر خوش میکنه. خب اینا ما به اساس بعضی مشخصات این 4 دسته را به شما دستبندی کردیم که وقتی شما این مشخصات اینا را واقعا درک کنین، میفهمین کدومش را شما باید انتخاب کنین، چون اینا هم هر 4 نوع شاید در قریه خودت که تا ویدیو رو میبینی شاید مناسب نباشه. ببین کدام نوعش مخصوص قریه خودت هست، انتخاب بکن و ببر بدون کدام دغدغه فکری پرورش کن و نتیجه بگیر. نام هایش که براتون گفتم، فندقی هست، کله قوچی هست، احمد آقایی هست و همچنین اکبری هست. اینا را به اساس گلدهی اگر ما شما در نظر بگیریم که مثلا اینا درگل هست، زدگل هست، در قسمت گل دادن پسته نوع اکبری بسیار درگل هست، مخصوصا کسایی که در قریه معتدل قرار داره و از آب و هوایی که زودرسی یا دررسی بهاره در امان نیستن، شما باید پسته اکبری غرس کنین، چون این دیرتر گل میکنه و گلش در معرض سرمای زمستان قرار نمیگیره.
و نوع احمد آقایی این زودگل هست، یعنی نسبت به اکثریت از پسته ها خیلی زود شکوفه ها رو باز میکنه و گل میکنه. مخصوص مناطق گرم هست، کسایی که مناطقش گرم هست میتونه این رو انتخاب بکنه و بیکاره. و این دو نوع دیگه کله قوچی و همچنان فندقی اینا متوسط است، نه زیاد زود گل میکنه و نه زیاد دیر گل میکنه، متوسط است. و شما هم اشخاصی که در گرم منطقه گرم زندگی میکنین میتونین از این دو نوع کله قوچی و فندقی میتونین ازی بکنین، ولی کسایی که در منطقه معتدل قرار داره اینا حتما از نوع پسته اکبری اگر بکارین خیلی سود میکنین، چون در معرض هوای سرمای دیررس بهار قرار نمیگیره. و نظر به زمان پختگی که کدامش زودتر به حاصل برداری میایه، کله قوچی و همچنان فندقی اینا متوسط هست، یعنی نه زیاد زود به حاصل میایه و نه زیاد دیر به حاصل میایه، ولی نوع پسته اکبری دیر حاصل است، اما قسمی که دیرتر گل میکنه همقدر دیرتر به حاصل برداری میآید. و نوع احمد آقایی این زود حاصل است، وقتی که امرقم که زود به گل میآید همقدر زودتر، یعنی نسبت به همه پسته های دیگر زودتر به حاصل برداری میآید. و شما اگر میخواین تجارت کنین، نظر در برنامه خودتان میتونین این را تصمیم بگیرین که میخواین. مثلا بعض از تجارا میگن که پسته ما باید اولین پسته باشه که به حاصل بیایه و وارد بازار کنم، اون موقع پسته دیگه وجود نداره من قیمت بالا بفروشم، یا این که میگن که پسته ما آخر از همه باید به حاصل دهی برسه و ما بعدش بتونم مثلا به فروش برسونم، یا به اساس برنامه های خودتان میتونین انتخاب کنین. مهمترین چیزی که شما مشتاق شنیدن ای هستین اندازه میوه هست، که میوه های اینها اندازه آجیلش کلان است، خرد است. فندقی قسمی که از نامش پیداست ای که هست اندازش به شکل گیرد هست و اندازش خردتر از همه از این چهارتا خردتر از همه هست. و کله قوچی ای اندازش کلان هست ولی باز هم گیرد است، به شکل کله قوچ میمانه که این نامش از دور معلوم هست. و نوع احمد آقایی اندازش کلان هست، یعنی طولش هم زیاد هست و اندازش هم بزرگ است، ولی اکبری بزرگترین نوع پسته هست که اندازه هر آجیل کلان هست و در قسمت تجارت هم بسیار ایره تاجر را خوش میکنه، چون در بین تمام پسته هایی که وجود داره در مخصوصا در ایران اندازش کلان هست و در سطح دنیا ایره تاجر را خوش میکنه و بسیار تجارت خوب هم داره. و از لحاظ نام تجارتی که شما باید بدانین، این کسایی که تجارت میکنه باید بفهمه که کدام ازی در از لحاظ زبان تجارتی چی میگن. پسته فندقی را به نام راوند پستاشیوس میگن و پسته که به شکل کله قوچی هست ایره به نام جامبو پستاشیوس میگن. و پسته اکبری که بهترین پسته هست در بین تمام پسته ها ایره به نام سوپر لانگ پستاشیوس میگن، یعنی بسیار دراز و طولانی، یعنی اندازش بسیار کلان است. و نوع احمد آقایی را به نام لانگ پستاشیوس میگن، یعنی دو نوعش دراز و کلان هست و دو نوعش کوتاه هست، که اینا هم نظر به خصوصیات خودشان شما میتونید به فروش برسانین و نظر به اهداف و برنامه خودتان میتونید اینا را انتخاب کنین. و حال هم یک چیزی که شما مثلا یک درخت پسته را وقتی ببینین حدس بخواین بزنین که این کدام نوع هست، شما از همو خود کنوپی یا همو شاخه‌ای که وجود داره هم براحتی میتونین تشخیص بدین. درختایی که به شکل درختای اکبری هست، نوع اکبری خود رشدش، همین رشد شاخه هاش خیلی زیاد غلو زیاد نیست، و از اون طرف احمد آقایی رشدش نسبتا خوبتر هست، زیاد هست، ولی از دوی دیگه فندقی و کله قوچی اما اندازه کنوپی یا شاخه هاشون بسیار زیاد غلو هست که شما بر راحتی میتونید اینا را از همدیگر تشخیص بدین. خب دوستای عزیز، امیدواریم که شما بهترین انواع پسته را یاد گرفته باشین و خواستین بیکارین کدام نوع از این را دوباره ویدیو را میتونین مرور کنین، انتخاب کنین، نظر به گلدهی که چقدر زود گل میکنه دیر گل میکنه، نظر به میزان پختگی، نظر به خوردی و کلانی جسامت خودی آجیل و هر خسته ای شما میتونین انتخاب کنین. و باز هم اگر خواستین ویدیوهای بیشتر ببینین حتما کانال را سابسکرایب بکنین تا اینکه ویدیوهای جدیدی که در مورد پسته ساخته میشه حتما در دسترس شما قرار بگیره. و تا ویدیوی دیگر، الله یار و نگهدار شما.